رحمان رحیم با امید از که جور و صحت من باشیم. امروز می خواهیم طرز دهی پکوری کچالو را برتان نشان بدم. دوستای عزیز چینل مرا سبسکرایب کنین، لایک کنین، شیر کنین با دوستای خود و ویدیوی مرا تا آخره ببینین. مواد که ضرورت داریم دوستا، آرد نخود از دو قاشق. شما می توانید طرز تهیهش از چینل ما یاد بگیرید، اپلود کردیم ویدیوش. و آرد ترمیده داریم، تقریبا 1.5 قاشق آرد ترمیده می گیریم. یه اندازهش است و قاشق غذاخوری می گیریم. این آرد برنج از دوستا 1 قاشق گرفتیم و در چینل میرام اپلود کردیم طرز تهیهش. می توانید از اونجا یاد بگیریم. زیره داریم 1.5 قاشق چای خوری، 1 قاشق هم چای خوری گشنیز داریم، پولی به قدر ضرورت، رنگ شیرین بسیار کم و زرچوب هم یکم، که نمک به قدر ضرورت، جوانی هم 1.5 قاشق چای خوری. کلش آرد می پردیم، آرد به اندازه جور می کنیم دوستا، که از قاعده ماست که آدم گد می زنه و قدر نرمیش باشه، یعنی بسیار نرم هم نباشه، بسیار سخت هم نباشه، که باز خمیر بسیار زیاد جذب میکنه. کچالو رو نازک نازک قطع کردیم، جور کردیم، ماندیم در که رنگ خود را تغییر نده. روغن هم دوستان مداق کردیم، تیار آماده است برای پخته کردن پکوره. پکوره کچالو رو در پکوره دار در پکوره میزنیم و کچالو پکوره را سرخ میکنیم در روغن. کوشش کنین آردتان زیاد تیره نگیرین، یعنی اندازه آردتان بسیار زیاد سخت نگیرین، اندازه را سعی کنین. ما با شما در کاسه نشان میتون به این اندازه، اندازه مناسب است، که یعنی اگر زیاد سخت باشم خراب یا اگر نرم باشم کچالیتان لچ میشه، از خمیر لچ میایه، هیچ خمیر دهش نمیچسبه. دیگه اندازه آردتان مهم است که باید به کدام اندازه باشه. نظر به تعدادتان، شما میتونین اندازه آردتان، اندازه مسالهتان دو برابر، سه برابر هم میتونین شما ای را بکنین. و خدا کنه دوست عزیز خوشتان آمده باشه، پخته کنین در خانه، لذت ببرین از خوردنش. بر ما کامنت کنین که چطور آمده بود پکوریتان. خدا کنه خوشتان آمده باشه. الله حافظ.